با سلام و صبح خیر و درودهای فراوان به حضور همه هممیهنان بسیار محترم و عالی قدری که در سرتاسر جهان در این لحظه شاهد برنامه اشک‌ها و لبخندها از طریق من مسعود صدر همراه با همکاری آقای مهندس امیر شهرتی حسن برنامه امروز رو آغاز می‌کنم. سفرهای پشت همی که انجام شد که بنده هم به هر حال شرکت کردم در تگزاس در مراسمی که به این مناسبت فقدان شاهزاده شاپور علیرضا پهلوی انجام شده بود و بعد متعاقب اون سفری که به واشنگتن رفتم و همینطور البته سفری که به خصوص در واشنگتن اون شور و اون در حقیقت اجتماعی که توسط هممیهنان ما با چه علاقمندی و ابراز همدردی انجام شد رو شاهد بودم و بعد متعاقب اون سفری که هفته گذشته به پاریس داشتم، برنامه بسیار با شکوهی که برای ابراز همدردی و یک نوع همبستگی در این حال در نهایت با به خصوص شهبانوی عالی قدر ما انجام شد رو شاهد بودم و اینجاست که باید بگم که به خصوص افرادی که آمده بودند و دلشون میخواست که به هر حال صدای شهبانوی گرامی ما رو در این حال بعد از این واقعی فاجعه انگیز بشنوند، مردمی که با تمام عشقشون با تمام عاطفه و احساسشون آمادگی داشتن که اگر میتوانستند اونها هم شاید میلیون ها نفر در این مجالس که البته جا نبود که شرکت کنند ولی دلشون میخواست که واقعا حضور پیدا کنند ولی بعد مسافت و به هر حال محدودیت هایی که وجود داشت مانع از این بود که همه اونها بتونن در این مراسم شرکت داشته باشند و با یک مادر و یک مادر دلسوخته و داغ دیده ای که بعد از اون همه مصائب و مشکلات و دو فرزند از دست داده رو و کسی که داغ بزرگی واقعا بر دل داره و همینجور می سوزه و می سازه اما به هیچ وجه اجازه نمیده که فلک هم اون داغ بزرگی که بر روی شانه هاش در حقیقت سنگینی می کنه رو کسی متوجه بشه و مثل یک کوه استوار و یا بهتر بگم مصداق بسیار معروف کوه باید شد و ماند و رود باید شد و رفت رو ایشون بهش مصداق بیشتری میده. به هر حال هزاران هزار بلکه میلیون ها همیهن علاقمند و دلسوخته ای در این ارتباط بودن که دلشون میخواست که بعد از این فاجعه به نوعی صدای شهبانوی دلسوخته و داغ دیده ما رو بشنوند که من امروز به هر حال مفتخر هستم که در این حال داشته باشم اولیا حضرت شهبانوی بسیار ارجمند و عالی قدر رو و به این وسیله من به ایشون سلام میکنم و با درودهای فراوان. اولیا حضرت من به شما درود میگم. درود بر شما آقای سعد و درود بر هممیهنانم در خارج از ایران و اگر صدای منو میشنوند در داخل میهن عزیزم. البته که اولیا حضرت میشنوند در این لحظه که با هم صحبت میکنیم به طور قطع و یقین بیشتر از میلیون نفر دارن با عشق به صدای شما شهبانوی عالی قدر گوش میکنند و گرچه ما به خصوص در طی این 32 سال گذشته شاهد تحول اولیا حضرت و یک تحرک عظیم به خصوص از طرف بانوان کشورمان بودیم که چگونه دسته دسته یا گاهی به صورت انفرادی پای در میدان واقعا آتش گذاشتند، اما در این حال زنان و مردانی هم بودند که معمولا اولیا حضرت با یک تلنگل کوچک در مقابل مسائل در حقیقت نه چندان مهم زندگی قد خم میکنند و در اثر ناملایمات گاهی گفتم با یک تلنگل به زمین واقعا میخورند و شما به طور قطع و یقین در مقابل این فاجعه عظیم که یکی بعد از دیگری بعد از اون همه مشکلات و مصائب و گرفتاری هایی که به خصوص روی شانه های شما اولیا حضرت سنگینی کرد واقعا درس عبرتی بودید که در حقیقت این سختی ها و این ناملایمات رو آموزشی باشید برای هممیهنان ما. در نتیجه گفتم که واقعا مصداقی بودید بر مبنای کوه باید شد و ماند و رود باید شد و رفت. در واشنگتن اولیا حضرت خیلی ها زمانی که این برنامه انجام شد
من میشنیدم به خاطر نوع کاری که دارم و ارتباطات وسیعی که در این ارتباط طبیعتاً دارم، خیلی از هم اولیا از سوال میکردن که ما چطور میتونیم به این ملکه بزرگمون و به این مادر داغ دیدمون تسلیت بگیم. اما زمانی که اولیا حضرت شما با اون قاطعیت محکم و استوار در مقابل مردم ایستادید و دنیا شما رو تماشا میکرد و خطاب به زنان ایران، به خصوص مادران داغ دیده، دل سوخته و سیاه پوشی که چقدر خوب و زیبا فرمودید اولیا حضرت که اونها هم مادران 16 پسرها و 16 دخترانی هستند که فرزند از دست داده هستند و به این وسیله اونهایی که از هم سوال میکردن که چگونه تسلیت بگیم، در حقیقت شما تسلیت گوی بر آنان بودید و اولیا حضرت نه تنها در درون مرز و برون مرز، بلکه جهان شاهد این عظمت روحی شما بود که چقدر ارزشمند بود این نکته که ابراز کردید. سوال من اینجا اولیا حضرت که تصور نمیفرمایید که با همه سختی ها، با همه سنگینی باری که بر شانه های شما سنگینی میکرد، اما این بار میلیونیه و این اجتماع عظیمی که این چنین همدردی کرد، این چنین گریست، این چنین در پنهان در حقیقت گریه ها کردن، زاری ها کردن و دل سوزوندن، شاید توانسته باشه که یک مقدار کوچکی از این بار رو از دوش سرکار برداشته باشه اولیا حضرت. قبل از هر چیز آقای صدر میخواستم خیلی تشکر کنم از خود شما که رنج سفر رو قبول کردید و آمدید به پاریس برای اجرای مراسمی که اینجا به یاد بود علیرضا نازنین درست کرده بودیم و در ضمن خیلی تشکر میکنم از لطف و محبتتون. چه بگم، واقعا نمونه من تمام زنان و مردان و جوانان ایرانی هستند و من چه میتونم بگویم موقعی که میبینم چی به سر واقعا این جوانان و این مادران و این زنان ایران میاد. به هر صورت همیشه گفتم زندگی برای همه ما یک مبارزه است و باید ادامه بدیم زندگی رو و دوباره تکرار میکنم که باید بایستیم و نشکنیم و هر کسی به هر صورت راههایی برای خودش پیدا میکنه، راههایی پیدا میکنه که از اون راهها انرژی و قدرت بگیره برای که تا اونجایی که میتونه به اونهایی که احتیاج دارن بده. و به هر صورت میگم من چه میتونم بگم در مقابل اون چیزی که مردم مملکت رو میکشن و پایدارن و خواهند بود. اصلا مهمتر اینی که نباید بذاریم قدرت‌های منفی و سیاه بر ما غلبه کنند. اون البته بعد از این اتفاق دردناک، محبت تمام هممیهنان در خارج از کشور، ممالک مختلف از داخل از کشور، واقعا محبتشون و همدردیش یه مرهمی بود بر دل من، بر دل فرزندم شاهزاده رضا، برای دخترم فرهناز، برای نوه‌هام نور و ایمان و فرح کوچولو و تمام فامیل ما. یعنی همین محبت ها، همین همدردی ها واقعا به من قدرت میده که ادامه بدم و ازشون صمیمانه تشکر میکنم. یعنی همونطور که گفتم از محبت و توجه افراد مختلف، حتی با عقاید سیاسی مختلف خیلی اثر داشت و انسانیت ایرانی رو نشون داد. و تکرار میکنم همون چیزی که در واشنگتن گفتم برای علیرضا، در واکنش رفتن او آنچه بیشتر به گوش میرسد آوای بخشش، آشتی و همدلی است و اگر حاصل زندگی پسرم فقط همین یک میوه باشد، عمر پرباری داشته است. قطعا همینطوری که میفرمایید، همینطوری که من در شرفیابی که حضورتون داشتم بعد از انجام اون برنامه
ولی حضرت عجب برنامه با شکوهی بود و ملاحظه فرمودید که این ملت با چه عشقی، با چه شوری و با چه انضباطی، با چه ارادت و احترامی آمدند و همینطور خدمتون عرض کردم و خب همه شاهد این قضیه بودند، اون انسجام و اون یک پارچگی و اون با هم بودنی که این مسئله تأسف بار در این حال باعث شد و همینطور که خود سرکار هم تایید فرمودید، از هر جناح و هر دسته و هر سازمان و هر گروهی با هر ایدئولوژی خاصی که داشتن، حتی در اون جلسه من عرض کردم که حتی افرادی که معمولا در جلساتی که مربوط مثلا به پهلوی است شاید شرکت نمی کردن، ولی با چه عشق و ایمان و احترامی واقعا آمدن و این خودش نمودار این بود اولیا حضرت عالی قدر که در یک جا ملت با هم ملاقات میکنه. یعنی با همه این اتهاماتی که گاهی به ایرانی زده میشه که اینها گاهی اوقات اتحاد ندارند، یک پارچه نیستن، از هم دورن، دستهاشون در دست هم قرار نمیگیره، ولی یک درد مشترک گاهی اوقات اینها رو آنطور به هم میرسونه که ما نمونه باردش رو هم در واشنگتن، هم در پاریس و هم در بسیاری از جلسات و مجالس و محافلی که به این مناسبت برگزار شد ما شاهد بودیم و این خودش یک نقطه در عطفی بود با تمام تأسفی که این قضیه داشت بر مبنای اون اتحاد و همبستگی که به خصوص ولی عزت با توجه به وضعیت امروز خاورمیانه و شرایطی که بر اونجا حکم فرما هست، من تصور میکنم که این همبستگی و این یکی بودنی که به وجود آمد به خاطر فقدان شاهپور علیرضا پهلوی، اما در این حال یک نویدی بود برای این انسجام هرچه بیشتر در اتفاقاتی که در آینده ایران خواهد افتاد. ولی عزت امیدوارم و باز میخواستم بگم که کاش میتونستم با تک تک افرادی که آمده بودن از نزدیک ببینمشون، ولی خب میدونید که اصلا امکان نبود. در واشنگتن که محال بود، ولی در پاریس خوشبختانه تونستم یک عده‌ای رو از نزدیک ببینم، از سال خورده و جوان و کودک، و واقعا باز دوباره ازشون تشکر میکنم از این محبتی که داشتن و خیلی هم از راه های دور به مشکلات آمده بودن. همینطور که خدمتون عرض کردم مولی حضرت، بسیار بودند، اینا با اطلاع عرض میکنم، که دلشون میخواست که با تمام وجودشون به نوعی در مجلسی یا در جمعی شرکت داشته باشن که حضور شما اونجا باشه و اونها لمس بکنن حضور شما رو و ادای احترام بکنن، اما گفتم عدم به هر حال امکاناتشون، مسافت‌های دورشون و دیگر مشکلات مانع از این شد. به هر حال جمعیتی که ما شاهدش در واشنگتن بودیم در حضورتون و یا در پاریس و یا بسیاری از مسائل از مجالس مشابه، این همه مردم نبودن، هر کدوم از اونها به طور قطع و یقین اولیا حضرت اینها نمایندگی میکردن بسیاری و جمعیت بزرگی از مردم ایران رو که به هر حال اینطوری عشق میورزیدن و اینطوری ادای ابراز احساسات میکردن. البته من چون گفتگوی ما مطلقا گفتگوی سیاسی نیست و فقط به عنوان باز قدردانی شما هست از ملتی که اینطور استقبال کرد و اینطور ابراز همدردی کرد، اما یک نکته رو من اگه اجازه بدید من اشاره میکنم و اون این هست که لااقل حاکمان امروز ایران در ارتباط با این مراسم و این گونه ابراز همدردی دیدن که محبوبیت به چه معناست و محبوبیت تا کجای سطح بالای جدول قرار گرفته و این محبوبیتی بود که دیدیم که چگونه شما و دیگر اعضای خانواده به این جهت از اون برخوردار بودید. اولیا حضرت اگر اجازه بدید من سخن کوتاه میکنم، اما یک سوالی که مطرح هست و پرسیده میشه، شما خودتون گویا در جای اشاره فرموده بودید که درست 5-6 روز قبل از این اتفاق که ایام کریسمس بود، شاهپور علیرضا فرزند دلمند شما آمدن برای دیدار شما زمانی که شما در پاریس تشریف داشتید. تا اینجاش درست قربون؟ علیرضا خیلی قبل از 6 ماه بود که در فرانسه پیش من بود و بعضی وقتا سفر می رفت در اروپا اینور اونور، و برای بار اول در ماه خرداد ما همگی برای اولین بار تمام خانواده در مراکش بودیم و همطور که شاهزاده رضا گفتن مشغول، البته ایشون و علیرضا مشغول نگاه کردن جام جهانی فوتبال، و تنها عکسی که داریم همه با هم هستیم در ماه خرداد در
در مراکش بود. در مراکش، برای اینکه من فکر میکردم که در فرانسه آمدن دیدار شما. حالا با این حال سوال من اینجاست، سوال خیلیا که میبخشید من این سوال رو میپنم اولیا حضرت، و اون این که در موقعی که ایشون آخرین بار و بعد از آخرین دیدار با شما اولیا حضرت از شما جدا میشدند، آیا علل اصول در نوع خداحافظی ایشون، در حتی نوع بغل کردن ایشون که شما را بغل میکنن برای خداحافظی، یا حتی تعداد بوسه هایی که بر گونه مادر میزنن، هیچ گونه تفاوتی و به اصطلاح خیلی مسئله غیر عادی شما ملاحظه نفرمودید اولیا حضرت؟ نه واقعا، برای اینکه علیرضا خب مسائل مختلفی در زندگیش داشت، به دلایل مختلف و یک ناراحتی‌هایی داشت، ولی موقعی که رفت خیلی خوب بود. و یادم هست که در یک مهمانی 21 دسامبر که اتفاقا سال روز عروسی من بود، در یک مهمانی منزل دوستان بودیم و خوش بود و میگفت و میخندید و صحبت میکرد و میگفتش که میخواد بره به تحصیلاتش ادامه بده و اون تز دکتراشو تموم کنه. و حتی من مثل که در واشنگتن گفتم که یه پیغام خیلی با خنده برای خواهرش گذاشته بود فرحناز، که خیلی با شوخ و خنده، و منم که بهش تلفن زدم، یعنی پیامک فرستادم، فرستاد که همه بر من جواب داد که همه چی خوبه. و واقعا باعث تأسف دیگه میگذاره در سر جوانان، و فکر میکنم این همدردی جوانان ایران خودشون هم حس کردن که مثل علیرضا چقدر گرفتاری دارن، و این همدردی بیشتر برای این بود، غیر از پدران و مادران که خب دلسوز فرزندانشون هستن. چه مطلب درستی؟ حتی پیامک برای نور و ایمان هم فرستاده بود، و حتی میگفتش که در واشنگتن هم گفتم که میام و خب شیطونی میکرد و یه چیزای شیطونی به فرح کوچولو یاد میداد، و یاسمین عروسم میگفت این چیزا رو بهش یاد نده، کار منو سخت میکنه، و واقعا پر از روحیه بود. و بعد اینطوره ولی حضرت، اصولا رابطه بین شاپور علیرضا، با اینکه زمانی که ایران بودند و شاه فقید پدر ایشون زنده بودند، چه نوع رابطه بین پدر و پسر وجود داشت، و اصولا بعد از درگذشت پدر ایشون چطور با خاطرات پدر، یعنی پدر رو چطور عزاوی میکردند شاهزاده شاپور علیرضا؟ برصورت تا اونجایی که امکان داشت محبت پدرشون رو میدیدن، همینطور که میدونیم عرضت اینقدر گرفتار کارهای مملکتی و زندگی بودن، مثل هر خانواده‌ای که هم مادر و هم پدر کار میکنن، اون وقتی که لازم هست شاید با بچه ها نداشته باشن، ولی اون وقت اینقدر مهم نیست که اون زمانهای خوب و رابطه خیلی خوبی با پدرشون داشتن و علاقه زیادی به اسم ایشون و نام ایشون. البته براشون خیلی دردناک بود بعد از این اتفاقات که افتاد، چیزهایی که گفته شد و نوشته شد طبیعتاً به همه لطمه زد، و طبیعتاً در گذشت پدرشون و در گذشت خواهرش لیلا خیلی اثر زیادی در او گذاشت. اولیا حضرت، من در اون جلسه هم مطلبی عرض کردم که باز اینجام تکرار میکنم، و اون این بود که این همه شور، این همه احساسات، اینا دیگه تعارف و بازی با کلمات نیست، اینا در عمل دیدیم و جهان دید، تمام آثارش در اینترنت، در یوتیوب، در گوگل، در تمام آنچه که مونده مشخص هست، این ابراز احساسات قلبی مردم که در حد بیش از توقعی بود که انتظار واقعا میرفت، این اصلا عجیب بود این واقعه. و به نظر من این عرض میکردم که اگر شاهزاده فقید ما شاید اگر میدونست که اینقدر مورد توجه مردم هست، و اگر پیش بینی میکرد که خدای نخواسته روزی این اتفاق میفته و مردم رو اینطور در حقیقت به هیجان میاره و در حقیقت زیر این بار عواطف و احساسات به گریه ها و به زاری ها و به این دلسوخته ها میکشونه، اصلا شاید با تمام تصمیمی که داشت اصلا دست به این عمل نمیزد واقعا. اولیا حضرت، یکی از افسوس های بزرگ من اینه که ای کاش می بود و می دید چه علاقه مردم به اون داشتن. واقعا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود از
همه طرف. دقیقاً عرض من همینه اولی عزت. و اگر من وقتتون زیاد نگیرم فقط میخوام یه استدعا بکنم اولی عزت به اون که آیا هیچ خاطره‌ای هست که شما به عنوان گفتنی و به عنوان یک خاطره به هر حال جالب از ایشون داشته باشید؟ از زمان کودکی گفتن که اولی عزت ایشون در زمانی که بچه مدرسه بودن یا محصل دبستان بودن خیلی هم شیطون بودن، خیلی هم با معلم مثلا گاهی بگو مگوهای به هر حال شاگرد و معلمی میکردن و به هر حال از این خاطرات گویا کم نبوده. چیزی هست که شما براتون قابل ذکر باشه اولی عزت؟ الان که میگید خوب خاطرات خیلی زیاده. علیرضا همونطوری که گفتم با اخلاقی داشت، رفتار داشت و محبتی که داشت خیلی شوخ بود و اینو تمام دوستانش میدونستن و در مدرسه هم خوب شیطون بود و یه داستانی که بگم داستان خیلی هست. مثلا یادم یه دفعه در مدرسه رفته بود، کوچیک بود و توپای فوتبال و بسکتبال همه رو سوراخ کرده بود. بعد وقت مدیر مدرسه یه جلسه تشکیل داد به عنوان مثل که دادگاه که ببینه بچه ها چی میگن، چه تنبیهی برای علیرضا بذارن. خب بچه ها شوخی میکردن و یه چیزایی میگفتن. بعد آخر از علیرضا پرسیدن چرا این کارو میکنی؟ گفت هیچ کسی به من نگفته بود که نکنم. خاطره خیلی خاطرات یادم میاد که یه دفعه من با لباس روندوشان بودم در اتاقم و آمد گفتش که بیا بریم با من پارک، همون پارک نیاورون. من گفتم علیرضا جون اینجوری که نمیتونم بیاد. و گفت بله مردم خواهن گفت این، البته به فرانسه گفت چون با پرستار فرانسویش بود که مردم میگن این ملکه چیه که با روندوشان داره میاد تو. اینقدر داستان داره نازنین علیرضا و چون یه گوش موسیقی خوب داشت میتونست لهجه ها رو تقلید کنه و واقعا لهجه های مختلف دنیا رو تقلید میکرد. ولی خب از اون مهمتر همونطور که دوستانش هم گفتن واقعا علاقه ای که به ایران و ایران زمین داشت و به تاریخ ایران. ما هر چیزی که میخواستیم بدونیم راجع به گذشته، من حتی من تلفن میکردم به علیرضا میگفتم مثلا فلان تاریخ چی شد و چی نشد و واقعا کاملا وارد بود به این چیزها. و داستانی که خیلی فکر میکنم که شاهزاده رضا اینو گفتن موقعی که در قاهره یک برنامه بود که ما احتیاج به یه پرچم ایران داشتیم، موضوع 32 سال پیشه. بعد علیرضا گفت من دارم و رفت از اتاقش پرچم ایران آورد. فکر کنید بچه الان یادم نمیاد چند سالش بود، اون موقع 11-12 سالش بیشتر نبود، از ایران که آمد بیرون یه پرچم ایران رو در چمدانش گذاشته بود. عجب عجب داستانیست. عجب اولی حضرت واقعا دوباره میخواستم خیلی بگم به مادران و پدران و خانواده های عزادار در ایران، همونطور که گفتم تقاضا کردم که اون مراسم رو از آن خودشون بدونن و به یادشون هستیم هر روز هر ساعت. و من مطمئنم که روزگار این چنین نخواهد موند. ایران متعلق به جوانان ایرانه و ایران باید یک رژیمی داشته باشه که لیاقت اون تاریخ و ملت رو داشته باشه و این فرزندانی که از بین رفتن که همیشه روحشون شاد خواهد بود و نامشان برای همیشه در تاریخ میهنمان جاودان خواهد بود. البته به نام شاهپور علیرضا پهلوی به خاطر برحال هر کسی روزی از این دنیا خواهد رفت، ولی آنچه اتفاق میفته و آنچه که باعث میشه که همین عرض کردم خدمتون که این اتحاد و این وحدت رو و این یک پارچگی رو بین مردم به وجود بیاره، خودش یه دین بزرگی است که نسبت به مردم خواهد داشت طبیعتاً. و ایشون هم همراه همونطور که فرمودید بسیاری از این جوانان جان باخته ما که به عناوین مختلف در راه میهن و در راه آزادی خواهی از بین رفتند، به هر حال اینها همه با هم همصدا بودند، به یک نوعی در خطوط موازی برای یک هدف می‌رفتند. و امروز همینطور که بارها اشاره شد دریای مازندران هم شخصیت و نام
بهتر و والاتری گرفت به خاطر هماغوشی ذرات وجود این شاهپور و این در حقیقت جوان از دست رفته ما که نام ایران رو و نام لااقل دریای مازندران رو با اون آباحت همراه واقعا ساخت. اولی حضرت، همینطور که وقتتون بیشتر نمیگیرم، فقط عرض میکنم که آن چیزی که اتفاق افتاد و اون صبر و بردباری و شکیبایی و اون استقامت بیش از حد تصور شما باعث شد که در این لحظه احساس کنم که بدون اینکه بخوام تملقی بگم که اصلا نیازی به این کار نیست، اما واقعیت اینه که اگر یک عکسی از شما الان داره در تلویزیون پخش میشه که در روی یقتون یک مدالی نصب شده، من معتقدم که اون طرف هم بایستی که مدال دیگه به عنوان مدال استقامت، بردباری، شکیبایی و مثل کوه استوار بودن رو به سرکار اهدا کرد و روی یقتون نصب کرد از طرف اونهایی که احساس میکنن که چقدر محبوبیت دارید و چقدر این بار تحمل و بردباری شما درس آموزشی شد برای به خصوص مادرانی که، و نه تنها مادران بلکه همه ملتی که به هر حال تحت تأثیر شرایط بسیار کوچک خود را میبازن، از دست میدن، اما این معلمی شما و این بردباری شما باز عرض میکنم که درس بزرگی بود. اولی عزت، خیلی لطف دارید. در خاتمه میخواستم دوباره تشکر کنم واقعا از هم‌میهنان داخل کشور که با ایمیل ها و پیغام های زیادی از گوشه کنار ایران برای من فرستادن و همینجور در یوتیوب فیلم هایی که گذاشتن، عکس هایی که گذاشتن، اشعاری که خوندن. واقعا این همدردیشون به مرهمی بود بر دل همه ما و به خصوص فرهناز که این برنامه ها رو در یوتیوب میدید و صمیم قلب ازشون تشکر کنم. و میخواستم در خاتمه بگم که ای کاش که به چند زبان غیر فارسی که در میهنمون هست میتونستم تشکر کنم، ولی چون پدرم از خطه آذربایجان بود و چند کلمه ترکی آذربایجانی بلد هستم و از اون خطه آذربایجان هم خیلی پیغام های محبت آمیز گرفتم، میخواستم به هم میهنان آذربایجان به زبان خودشون بگم که من سیزین محبت نزدن چوخ تشکر لیرم ساقلون و سلامت کالن. مطمئنم که به 15 میلیون جمعیت آذربایجان رو امروز شما تحت تاثیر این پیامتون به هیجان آوردید. اولی عزت، اینه که میگم واقعا خودم رو در اونجا حس میکنم و امیدوارم که بتونم همینجور به زبانهای چند زبان مختلفی که در ایران هست بتونم ازشون تشکر کنم. و در خاتمه بگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و من مطمئن هستم و از شما تشکر میکنم از محبتتون. خیلی متشکرم. من تا شما تشریف دارید یک لحظه اشاره کنم به باز برنامه بسیار با شکوه و با عظمتی که به خصوص در پاریس انجام شد و اگر اجازه بدید اولیا عزت، من از همه دستندرکاران این برنامه و برگزار کنندگان به خصوص، البته میگم به خصوص که خیلی ها بودن، ولی به خصوص آقای داریوش شفا، فرزند برومند دانشمند و نویسنده بزرگمون شجاع‌الدین شفا، یعنی آقای داریوش شفا، تشکر کنم که بسیار مدیریت و کارگردانی خوبی رو اجرا کردن برای اجرای این برنامه بسیار خوب. خیلی منم از ایشون تشکر میکنم و تمام جوانانی که با ایشون همکاری کردن داوطلبانه و خیلی جوانان دختران و پسران 12-13-14 ساله همه داوطلبانه آمدن و این برنامه رو اجرا کردن و از همه اونها دوباره از صمیم قلب تشکر میکنم. من با اجازه شما و تشکر از سرکار بلافاصله بعد از این گفتگو اگر اجازه بدید همون شعری که به هر حال بنده سروده بودم و اونجا پخش شد و به هر حال دیدم که ملت چقدر مرا مورد تشویق به هر حال قرار داد، بعد از این قسمت من بلافاصله اینو میخوام پخش کنم با عزتون. اولی عزت، خواهش میکنم. خیلی متشکر. من دیگه خدا نگهدار شما و خدا من نگهدار ایران باشد. خدا نگهدار شما و به امید اون واقعیت و مصداقی که حتما پیش خواهد اومد که واقعا همونطور که فرمودید پایان شب سیاه سفید است. اولی عزت، بله، شب بخیر در پاریس. شب شما بخیر. خیلی ملاحظه فرمودید و از اولی عزت بسیار متشکرم. به هر حال
میدونم که خیلی ها بودید و خیلی ها بودن که میخواستن که صدای این مادر خسته رو بعد از این همه بار مصیبتی که بردوش کشید در حقیقت بشنوند و لااقل از سلامتی ایشون برخوردار باشند. بانویی که شهبانویی که در طی سالیان سال چه در ایران به عنوان ملکه و چه در 32 سال خارج از کشور رفتارشون، حرکاتشون، بیانشون و به هر حال روش ادامه زندگیشون طوری بود که احترام همه رو به خود جلب کرد. حتی اون رژیم جمهوری اسلامی که از هر کاهی کوهی میسازه در مورد ایشون حتی توفیق نداشت که کوچکترین موردی ابراز بکنه که برخلاف در حال واقعیتی که بود باشه. به هر حال خیلی متشکر و آقای شورتی عزیز از شما ممنونم. سلام ز من جان ز تن کرده کوچ، به کرد و لر و آذری و بلوچ. سلامم به مرد و زن قوم پارس، به سوی خلیج چو همیشه فارس. پسر را سلامی به ایران پدر، همان کوست در انتظار پسر. سلامم به شاهنشه تاجدار، به آن مرد والای خدمتگزار. همان کو که همواره می داشت بیش، وطن را گرامی تر از جان خیش. بر آن مادر داغ بر دل دوبار، بر آن بانوی همچو کوه استوار. بر آن پاره دیگر از جان و تن، به تنها امید نجات وطن. به خواهر فرحناز دل سوخته، به دل بارها آتش افروخته. سلامم به آن ماهی دور از آب، به آن سمبل درد و رنج و عذاب. به لیلا، به آن نازنین راه دور، به آن خواهر خفته در خاک گور. خداوند ایران گواه من است، همون شاهد اشک و آه من است. که چندیست بس خاطر آزردم، ز درد وطن بارها مردم. چنان آتش افتاده بر خرمنم، چنان شعله برگشته روح و تنم. که داند که داند که از این درد دیرینم، چه آتش فشانیست در سینم. ز یک سو پریشانی مادرم، ز سوی دگر قصه خواهرم. به آتش فرو رفتن میهنم، پریشانی و رنج هم میهنم. چون سرزمین بارگاه من است، سراسر همه زادگاه من است. گل مام میهن چو بوییدم، ز پستان او شیر نوشیدم. چو دیدار میهن مرا آرزوست، دلم سخت تنگ است و بیمار اوست. مرا آنچه می خواهمش آن کنید، صمیمانه تقدیم ایران کنید. به آتش سپارید پا تا سرم، بسوزید سر تا به پا پیکرم. بریزید خاکسترم بی امان، به امواج دریای مازندران. جان خطه، جان خطه بی شبه حد من است، سرای رضا شاه جد من است. چو هر موج را بوسه باران کنم، بیارزد که جان خود ارزان کنم. گر این شام تاریک و گرداب و باد، گر این شام تاریک و
گرداب و بار شود مرج من باعث اتحاد، بدانید جاوید و پاینده‌ام، نه امروز بل تا ابد زنده‌ام، نه امروز بل تا ابد زنده‌ام.